با عرض سلام و تقدیم ارادت، با عرض سلام و تقدیم بهترین آرزوها به نام نامی حضرت حق و با درود و حق بر روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی، بخش دیگر از برنامه های زنده رو در این روز تاریخ 11 ماه اکتبر سال 2018 ساعت 2:15 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا در خدمت شما هستیم. به علت خسارات سنگینی که به دستگاه های پخش ما وارد شده بود، مجبور بودیم که امروز رو به تعمیرات بپردازیم. از الان تا ساعت 8 شب به وقت غرب آمریکا برنامه ها ادامه خواهد داشت. ساعتی از این بخش رو با شما خواهم بود و بعد بین ساعت 8 شب به وقت غرب آمریکا تا 4 بامداد به وقت غرب آمریکا به علت ادامه تعمیرات شبکه قطع خواهد بود و انشاءالله اگر عمری باشد ساعت 4 بامداد برنامه ها از سر گرفته خواهد شد. راه خدا راه دشواری است، به خصوص وقتی که انسان با نیروهایی مقابل و مصادف می شود که شاهرگ حیات بشر رو در دنیا به دست دارند و قدرت‌های شیطانی ناپیدای سایه‌وار خفاش صفت سایه پرست هستند که در تمام مدت با شما به جدال هستند و علی ظاهر نیروی ما بسیار کم و علی ظاهر نیروی اونها بسیار زیاد است و انواع و اقسام مشکلات در کار فراهم می شود. تنها تأسف من از این وقایع این است که کار تشریح قرآن به تعویق می افتد. همین، اون چیزی که ما کم داریم پول نیست، ثروت مادی نیست، دستگاه های پخش صدا نیست، کامپیوتر نیست. همه اینها اشکالات ایجاد می کنند، هزینه های سرسام آور دارند، ولی همه اینها تأمین میشه، همه اینها قابل برگشته، همه اینها قابل درمانه. جز عمر که به پایان میرسد درمانی ندارد و راه برگشتی ندارد. این است که انسان در تنگنای زمان به سر میبره، در تنگنای مکان انسان نیست، مکان فراوانه، زمان نداره انسان، زمانش خیلی کمه و در این زمان کم باید کارهای زیاد انجام بده. امیدواریم که با حمایت‌های شما، با دلگرمی‌های شما قادر باشیم که این راه صعب العبور رو با نفس‌های قابل شماره و لنگ لنگان طی بکنیم و به پیش برویم. ما
یکی از مشکلترین ایام 40 سال گذشته در اقامت در آمریکا می‌گذرانیم. از نظر خدمات به دین توحیدی و شاید که بیش از هر زمان دیگری به مساعدت شما احتیاج داشته باشیم. دو اشکال بزرگ برای تشریح قرآن وجود دارد، دو مقاومت بزرگ وجود دارد. یکی وجود دین حدیثی است که اسماً به نام اسلام ممکن شناخته بشه، ولی کاملا یک دین مستقل و نه تنها متغایر که متضاد با اسلام قرآنی و اسلام توحیدی است. و برای ما که هزاران شاید قرنها ده ها قرن است که ما با این دین خو گرفتیم، دین حدیثی، و از حدیث برای خودمون تقدس ساختیم و در واقع یک شرک رو به نام توحید شناختیم، یعنی بدترین نوع شرکی که میتواند وجود داشته باشد، چون مشرک به شرک خودش افتخار میکنه ولی میداند که مشرک است، یعنی چیزی رو با چیزی شریک کرده. ولی ما مشرکینی هستیم که از شرک خودمون با اطلاع نیستیم. عوض کردن این دین، دینی که میلیون ها نفر حمایت کننده و میلیون ها نفر جاهل درش زندگی می کنند، میلیون ها نفر شیاد و متقلب و میلیون ها نفر سفیه و نادان و زود باور و خودفروخته و بی اطلاع و مقلد و ترسان و لرزان درش وجود داره. از بین این نیروها و از بین این دیوارها عبور کردن و به قلب خدای احد واحد رسیدن کار بسیار مشکلی است. دیگر اینکه از نقطه نظر فرا گرفتن قرآن کریم، هر کجا که ما کلمه خدا و الله رو در قرآن می‌بینیم، اگر در ذهن خودمون این قرارداد رو ببندیم که هر زمانی که ما با واژه رب، با واژه الله، با واژه او به معنای اشاره به خدا روبرو می شویم، این کلمات رو معنی کنیم قانون خدا، کلام خدا، فرمان خدا، رضای خدا، و به هیچ عنوان مستقیما خدا رو با خودمان و خودمون رو با خدا در تعامل قرار ندیم و برای خدا فعلیت مستقل قائل نشیم. خدا اگر فعلیت هم داشته باشد، فعلیت او برای ما مشخص و معلوم نیست. فعلیت دلیل بر تحول است، یعنی وقتی که فعلی از چیزی سر میزنه، اون چیز، اون شیء، شیئی که فعال به فعل است، فاعل به فعل است، شرایطی که فاعل است و شرایطی که فاعل نیست با هم متفاوت هستند. انسان فاعل با انسان غیر فاعل دو انسان کاملا جدا از هم هستند، دو شخصیت جدا دارند. یعنی انسان فاعل به نسبت انسان غیر فاعل یک چیزی اضافی داره که فعل اوست. انسان خوشحال از انسان غضبناک متفاوته، خوشحالی چیزی متفاوت بر غضب داره، غضب چیزی متغایر با
رضایت و خوشحالی داریم. هر نوع تغییر ماهیت و هر نوع تغییر حالت و هر نوع تغییر و ایجاد فعلیت در خدا موجب ابطال کامل و اسقاط کامل مفهوم احد می شود. یعنی اگر بگوییم که خدا غضب کرده است، خدایی که غضب نکرده با خدایی که غضب کرده متفاوت است. اگر بگوییم که خدای راضی و خدای ناراضی، خدای خشمگین، خدای مهربان، خدای منتقم، خدای مصلح، اینها همه خداهای مختلف هستند. اما اگر به جای اینکه ما کلمه خدا رو در تعامل قرار بدهیم، قانون خدا رو در تعامل قرار بدهیم و بفهمیم که خدا خالق قانون است و این رو هم توضیح داده خدا در قرآن، مفصل توضیح داده که من قدیر هستم، من قادرم، دارای قدرت هستم و من این قدرت رو و این قدر رو و این امکان رو و این اندازه رو، اندازه و امکان، اندازه و امکان، اندازه و امکان، مقدار و قدر دو ابزار هستند، دو وسیله هستند در دست من که من هستی رو با اینها می سازم. هر چیزی رو که من خلق می کنم یک اندازه و یک ضابطه و یک محدوده و یک ماهیت و یک خاصیت و یک ترتیب برای او قائل می شم تا پا به هستی می گذارد. و در واقع برای او یک سری فعل و انفعال قائل می شوم که یک کارهایی رو انجام بدهد، یک خواصی داشته باشد. برای تأمین این خواص به او امکان می دهم. مثلا من یک عقاب می آفرینم. عقاب یک اندازه هایی داره، یک فرمول داره، وجود عقاب. اون رو بهش میگیم مقیاس، او رو بهش میگیم اندازه، او رو بهش میگوییم مقداری که در قدر هست. یعنی در واقع نقشه آفرینش عقاب رو خدا تهیه میکنه، به اون میگوید اندازه، قدر، اندازه، مقدار، یعنی فرمول آفرینش، فرمول هستی که این چجور باید ساخته بشه. عقاب هیچ وقت شبیه گاو نمیشه. گاو یک فرمول دیگه ای داره، شتر یک فرمول دیگه ای داره برای ساختن. اون رو میگوییم ماهیت، اون رو میگوییم که نظم آفرینش، اون رو میگوییم انضباط و محدوده ایست که به اون مقدار میگوییم. در مقابل این مقدار یک قدر دیگری هم هست که معنی نیرو می دهد، معنی امکان می دهد. یعنی اگر فرمول آفرینش و عقاب، فرمول این موجود بر این اصل باشد که قرار باشد که مقداری مشخصات و نیرو به این موجود داده بشود که تا ارتفاع معینی پرواز کند و سرعت خاصی داشته باشد، این سرعت و این ارتفاع گرفتن و این پرواز کردن، اینا همه نیرو میخواد، قدرت میخواد. اول اندازه او ساخته میشه و نیروی تأمین اون اندازه به او امکان داده میشه. یعنی قدر در زبان قرآن مجموعه است از مقدار و از قدر، از نیرو. این دو با هم ترکیب میشه و موجود رو به وجود میاره. این است که هر چه که ما در عالم ماده
مشاهده و ملاحظه میکنیم، اینها همه اینها از مقدار و از نیرو ساخته شدند، نیرویی که بتواند تمکین کند هدف از خلقت موجود رو در قالب مقدار و در قالب اندازه. بنابراین رابطه خدا با مخلوق رابطه مستقیم این نیست که در بعد انسانی و در فهم ما نسبت به آفرینش و ایجادی که بشر ایجاد میکنه، بشر مستقیما فعلیت داره در عملی که انجام میده، خدا مستقیما در اعمالی که انجام میده فعلیت نداره. فرق دیگر خدا با ما در ایجاد در این است که ما به تدریج ایجاد میکنیم و مرتب قوانین بهتر و کاملتری رو در ذهن پرورش میدهیم و معرفی میکنیم. خدا این کار رو نمیکنه. خدا در یک تاریخ بی تاریخ و در یک زمان بی زمان و در یک اول بی اول با یک کلمه، با یک فرمان به عدم، به هستی که ما نمیشناسیم چگونه هستی است، اشاره میکند و امر به وجود میکند، به او امر کن میکند که باش، به هستی به وجود میآید با همه قدر و با همه قدرت و با همه نیروی لازم و با همه قانون آفرینش در اندازه و در امکان. این لحظه ایجاد و لحظه اینکه هستی شکل میگیره و همه مراتب هستی و همه انضباط و همه نظم و همه توان و همه امکان و همه اندازه و همه مقدار و همه نیرو در یک لحظه، در یک زمان بی زمان حکم میشه، تمام میشه و بعد از اون اونچه که بر بشریت حاکمیت میکنه، بر عالم مخلوق حاکمیت میکنه، حاکمیت قانون خداست نه خدا. خدا حاکم بر قانون است، قانون زنده به وجود خداست و ما زنده به وجود قانون. اون چیزی که بر ما مستولی و مسلط است قانون خداست و اون چیزی که بر قانون خدا مسلط است خداست. خدا خالق قانون است. هر وقتی میگوییم قانون، منظور ما قانون شورایی و قانون اجتماعی نیست. هر وقتی که میگوییم قانون، مقصد ما و قرآن، قانون عبارت است از امکان و اندازه. امکان و اندازه، اون میشه قانون. قانون عقاب چیه؟ قانون عقاب اینه که فرمول ساختمان عقاب همین است که پرش این طور باشه، دومش این طور باشه، شاخش اون طور باشه، همین است که هست، شکل خودش باشه. و بعد در این مقدار و در این اندازه و در این نظام و در این محدودیت و در این شاخصیت خلقت که فقط عقاب مثل عقابه، اون وقت امکان این رو خدا بهش میده که تا کجا پرواز بکنه. و برای اینکه تا اونجایی که قانون پرواز بهش تکلیف شده بتواند که پرواز کند، باید پر او همونقدر بلند باشد یا کوتاه باشد یا هرچی. مرتب امکان با اندازه در کنار هم در خلقت حرکت میکنند. این همه که عرض کردم به خاطر این بود که ما هر کجا که به کلمه خدا میرسیم، خدا گفت، قانون خدا گفت، خدا کرد، قانون خدا کرد. و اون وقت اگر که ما جای قانون رو در ذهنمون با خدا در فعلیت عوض کنیم، اون وقت میبینیم که
یک امر ثابت با یک امر متغیر در ارتباطه. قوانین ثابت هستند. نه خشم از غضب جدا میشه یا پیوند میخوره، یعنی رضایت از نارضایتی. هیچ چیز با هیچ چیز عوض نمیشه و هیچ قانونی تغییر نمیکنه. یک امر متغیر رو در نظر بگیرید و یک امر تابع رو که قانون در واقع شامل حال ما میشه و ما اعمال و رفتاری که انجام میدهیم مشمول قانون میشود. قانون یک امر ثابت است. ما در مقابل قانون ثابت متغیر میشویم و تغییرات قانون تابع تغییرات ماست. الان قانون میخواد تغییر بکنه، خود قانون تغییر نمیکنه. این رو هزار بار باید گفت تا در ذهن انسان جا بنشینه. قانون تغییر نمیکنه، شمول قانون تغییر میکنه. قانون غضب همیشه قانون غضبه، قانون تنبیه همیشه قانون تنبیهه، قانون تشویق قانون تشویقه. اونها هیچ وقت عوض نمیشن، اونها ثابت هستن. شمول قانون تابع تغییرات ماست. شمول قانون تابع تغییرات ماست. خود قانون تغییر نمیکنه، شمول قانون تغییر میکنه. ما وقتی تغییر میکنیم شمول قانون هم تغییر میکنه. یعنی تغییرات شمول قانون تابعی است از ما متغیر. ما متغیریم، شمول قانون تابعه، به ما نگاه میکنه. دو تا قانون داریم. اگر کسی 10 مایل سرعت رفت 10 دلار جریمه بده، اگر کسی 20 مایل سرعت رفت 20 دلار جریمه بده. دو تا قانونه، هیچ وقت هم این قانون عوض نمیشه. اما تغییر شمول این قانون به قانون دیگر، تغییر شمول قانون 10 دلاری به قانون 20 دلاری تابع تغییرات ماست. ما متغیر هستیم، او تابع. خود قانون تابع نه، شمول قانون تابع. یعنی ما وقتی که تغییر میکنیم از 10 مایل 20 مایل سرعت میریم، قانون هم به تبع از فعلیت ما، از تغییری که ما میدهیم و از تغییری که ایجاد میکنیم، شمول قانون هم تابع تغییراتی است که ما ایجاد میکنیم. به طور خلاصه این که ما خدا رو وارد فعلیت بکنیم و از خدا یک موجود انسانی بسازیم که دارای فعلیت است و خدایی بسازیم که تغییر میکند، عصبانی میشود، میبخشد، نمیبخشد، تنبیه میکند، عذاب میدهد، نمیدهد. همه قرآن روی این استوان برقرار شده و تقریبا همه ما مرتب این اشتباه رو میگیم. تا میگیم الله یاد آدم میفتیم، تا میگیم رب یاد ارباب میفتیم و ارباب بشری و خدای بشری در ذهنمون مجسم میشه. خدای مهربان، خدای دلسوز. خدا دل نداره که بسوزه یا نسوزه، اینها مال بشره و ما از خدا بشر میسازیم در ذهن خودمون. یعنی همه آدمهای روزگار، همه آدمهای روزگار، موحد و مشرک، در ذهنشون همه مشرک هستند. همه، نه فقط اکثریت. ما هیچ آدم موحدی در ذهنیت نداریم مگر زمانی که انسان از خود بی خود میشه و اینجا از فکر ظاهر میسته تا انسان موحد باشه. و هیچ وقت انسان از موحد بودن خودش با خبر نمیشه، چون تا وقتی که انسان فکر میکنه و تا وقتی که انسان شعور حاضر داره
و تا وقتی که انسان نوعی تذکار و تذکر نسبت به ذهنیت بارز خودش داره، هیچ وقت نمیتواند موحد باشد. یا بی دین بی خداست یا مشرک ذهنی است. به خاطر اینکه هر وقتی که ما خدا رو مجسم میکنیم، خدا رو مجسم میکنیم، خدا رو خلق میکنیم، با چی؟ با صفات. برای خدا صفات میسازیم و به خدا شکل میبخشیم. خدا رو دارای عاطفه میدانیم، دارای ناموس میدانیم، دارای ارزشهای اخلاقی میدانیم، خدا رو مهربان میدانیم. یک مشخصات بشری، بشر خوب برای خدا قائل هستیم. مشکل است برای انسان که به چیزی عقیده پیدا بکند و باورمند او بشود که نه او را دیده نه هیچ راهی برای دیدن و شناخت او دارد. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدان خالق. وقتی که ما در این نگرش به خدا نگاه میکنیم، میبینیم که هر زمانی که ما در ذهن خودمون برای خدا مهر قائلیم، غضب قائلیم، شعور قائلیم، بخشش قائلیم، صفات قائلیم برای خدا، و خدا رو با این صفات، صفات مصالح شناخت بشره، مثل یک ساختمانی که میسازید، آجرهای این ساختمانه صفاتی رو که ما برای چیزی قائل میشیم، و از این آجرهای ساختمانی که ما برای شناخت خدا به کار میبریم، صفاتی که برای خدا قائل هستیم، این همون آجرهای ساختمان هستن. یک ساختمانی بنا میشه با این آجرها، با این صفات که مخلوق ذهنیت ماست و این خداییست که ما خلق کردیم. یعنی در واقع ما مخلوق خودمون رو به جای خالق میگذاریم. موضوع تا حدودی پیچیده است. خدا هم از ما نمیخواهد که ما تا این مراحل فکر بکنیم. هر بار که به خدا فکر میکنیم در این دست اندازهای فلسفی و کلامی اسیر بشیم. اما بد نیست که گاه گاهی ما بفهمیم که این مخلوقی که در ذهن ما ساخته شده، این مجموعه تصورات و تخیلات و تعقلات ذهن حاضر و ذهن غیر حاضر ماست. این خدا نیست. و متوجه بشویم به یک حقیقت بارز که ما خدا رو در آثارش میشناسیم، در آثارش میشناسیم، در آثارش میشناسیم. اونچه که ما صفت برای خدا قائل هستیم، صفاتی است که برای مخلوق خدا قائل هستیم. صفاتی هستش که برای آفریده خدا قائل هستیم. یعنی ما صفت مؤثر نمی توانیم داشته باشیم. ما صفت اثر می توانیم داشته باشیم. ما صفات اثر رو می توانیم ادراک بکنیم. ما صفات مؤثر را نمی توانیم ادراک بکنیم. شما صفت هر چیزی رو که بشناسید در واقع موصوف اون صفت رو شناختید. شما اسم هر که را که شناختید موسوم اون اسم رو می شناسید. ما اگر الله رو بشناسیم، اسم الله رو بشناسیم که اسم الله چه معنایی میده، الله رو شناختیم. ما اگر صفات الله رو درک بکنیم، خب خود الله رو شناختیم، تمام شده. اشتباهی که اکثر مردم میکنن، تقریبا همه این اشتباه رو میکنن، وقتی که صفات اثر رو بازگو میکنن، تصور میکنن که صفات مؤثر رو بازگو میکنن. اگر به این نکته ما توجه بکنیم که شاید هم خیلی ساده نباشه، بسیاری از مشکلات ما در فهم قرآن حل خواهد شد. اون وقت به صورت خودکار وقتی ما میگوییم که اگر خدا بخواهد،
یعنی اگر مشی خدا و اگر اراده خدا، که اراده خدا در قانون خدا نشان داده می شود، ما اراده خدا را از کجا می بینیم؟ ما خود خدا را نمی شناسیم، چه برسه اراده خدا رو. اما ما اراده خدا رو در مخلوق می بینیم، ما اراده اون مؤثر رو در اثرش می بینیم، ما رحمت خدا رو در ذات خدا نمی توانیم ببینیم، ما رحمت خدا رو در مخلوق خدا می بینیم، ما رحمت خدا رو در مرحوم می بینیم، در کسی که مورد رحمت قرار گرفته، مخلوقی که مرحوم است. اون مخلوقی که هم مورد خلقت قرار گرفته هم مورد رحمت قرار گرفته، مورد خلقت قرار گرفته، این اثر اون مؤثر است، این مخلوق اثر است، احوال این اثر رو ما میفهمیم و میشناسیم، صفت این اثر رو میشناسیم، میبینیم که این مورد رحمت قرار گرفته، دارای حیات شده، دارای هستی شده، دارای امکان شده، دارای قدر شده، میبینیم این هم مقدوره، مقدوره، یک قادری بوده که این مقدور اون قادره، و یک نیروی، یک قدری بر این مقدور تقدیر شده. بنابراین در صفت وقتی نگاه میکنیم مخلوق رو، یک صفتش رو میبینیم، مقدور. یک صفت دیگه ای داره که فرض بکنید که صفت مختاره، یک صفت دیگه داره صفت مجبوره، یک صفت دیگه ای داره صفت رحمانه، همون مخلوق، صفت رحیمه، صفت ستاره، صفت غفاره، صفت قیومه، همین موجودی که آفریده شده. مجموعه این صفاتی رو که ما به نام اسماء الحسنا میشناسیم، اسمهای خوب خدا، یه جمله غلطه، اسمهای خوب مخلوق خدا، اسمهای خوب مفعول خدا، یعنی ما با این 99 صفت اثر رو کاملا شناسایی میکنیم، نه مؤثر. و ما با این اثر خوشیم، چون این اثر بوی مؤثر میده، چون این گلاب اثر اون گلابه. ولی یک گلی بوده که این گلاب رو داده، گل با گلاب خیلی فرق میکنه، گل دیگه برگ داره، عرض کنم که جنسش چوبه، حالا لطیف هست ولی چوبه، یک بوی عطری هم البته داره ولی درخته، بوته هست، شاخ و برگ داره، چوب داره، اصلا یک چیز دیگه است، یک دنیای دیگه است، گلاب یک مایه است، اینها هیچ ربطی به هم نداره، ولی اون گل خالقه، این گلاب مخلوق اونه، اون گل مؤثره، این گلاب اثر اون مؤثره. و ما هر صفتی رو که قائل میشیم راجع به این گلاب قائل میشیم، این رو باید توجه داشته باشیم. یک وقت فکر نکنیم ما وصف گل رو قادر هستیم که بگوییم، چون ما دسترسی به گل نداریم، ما دسترسی به گلاب داریم، در کار گلاب و گل، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری، کی شاهد بازاری است؟ گلاب. وان گوشه نشین باشد، گوشه نشسته در حصاره، هیچ کس او رو نمیبینه. فرض کنید که شما توی شهر بزرگی زندگی میکنید که توی آسمان خراش و آپارتمان ها و اینا زندگی میکنید، هیچ وقت هم نرفتید
به بوستان یا گلستان. مثلا یک جایی هست که فرض بفرمید بیشتر در قمصر کاشان این بوستان ها و این گلستان های بزرگ وجود داره که در اونجا نگاه میکنی تا چشم کار میکنه. عرض کنم که بوته های گل محمدی دارن که یا حالا گل سرخ میگن، گل محمدی میگن، هر چه که هست. ایراد گرفته بودن که چرا این گل محمدی یعنی چه؟ خیلی خوب، دیگه نمیگیم گل محمدی، گل سرخ. این گل سرخی که وجود داره شما نگاه میکنید یک دشتی پر از گل سرخه، ولی برای کسانی که تو آسمان خراش زندگی میکنن، اینها که هیچ وقت نرفتن بوستان قمصر کاشان رو ببینن و نمیفهمن اینا اصلا گل یعنی چی، گلستان یعنی چی. مگه میشه که هزاران هزار متر زمین زیر گل سرخ باشه؟ همچی چیزی مگه میشه؟ اصلا تصورم نمی کنن. گل رو نمیشناسن، گلاب رو میشناسن. اگر شما گل رو در زندگی ندیده باشید، این گلاب رو به شما معرفی بکنن، این گلاب یه آب دیگه، مایه است. شما اصلا به فکرتون میرسه که تصور بکنید که این اثر، این مایه، این آب، آب گل، گلاب تقدیم صفت به موصوفه دیگه، آب گل، یا تقدیم اسم به موصومه. این اصلا برای یه آدمی که این آب و روان رو میبینه، مثلا میگه این بیشتر شبیه آب خوردنه، بیشتر شبیه آب نوشیدنیه، بیشتر شبیه سرکه است، بیشتر شبیه چیزایی است که مایه است. به فکرش نمیرسه که این بیشتر از کجاست، مؤثر این اثر چیست. مؤثر این اثر مایه یه تیکه چوبه به نام گل. تا گل ظریفه دیگه، به چوب ظریفه. از نگاه سعدی که نگاه میکنیم کاملا دوتا رو کنار هم قرار میده. شکوه میگوید که تربیت و اینا باید در اهل صغر باشه، در اهل کوچکی باشه، که اگر که آدم به سن کبر برسه. مثالش مثل این میمونه که شکفته شود، شکافته شود، باز میکنه دهنش، باز میشه، شکفته شود گل به باد سحر. این چوبیست گل که تبری که باید این رو ببره و نصف کنه، اون تبر اسمش باد سحره. اینقدر لطیفه. شکفته شود گل به باد سحر. گل در چه مقامیه؟ در مقام صغره دیگه، سنش کمه، بچه است. همین گل وقتی پیر میشه، میشه تنه درخت. جنسشون یکیه ولی سنشون فرق میکنه، زمانشون فرق میکنه. اصلا کسی در زندگیش گل رو دیده باشه، تنه درخت رو هم دیده باشه در جای دیگه، هیچ میتواند که اینها رو به هم ربط بدهد که این برگ گل همین تنه بزرگ درخته، جنسشون یکیه. منظور این که سعدی میگوید شکفته شود گل به باد سحر. با باد سحر که صبح به گل میخوره، نسیم صبحگاهی با غنچه‌ای که میخوره، غنچه باز میشه. شکفته شود گل به باد سحر، نهیزم که نشکافدش جز تبر. بنابراین وقتی ما به گلاب نگاه میکنیم، ما هیچ برداشتی از چوب نداریم، یا اون چوبی که با تبر جداش میکنن، بازش میکنن، از اون چوبی که با تبر باز میکنن این گلاب به وجود آمده. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری وین گوشنشین باشد. میخوام این رو عرض بکنم که برای ما خداشناسی یا شناخت مؤثر باید محدود بشود به شناخت اثر.
و ما اثر اون مؤثر رو میبینیم و با اثر اون مؤثر زندگی میکنیم. و هر وقتی که ما بخواهیم که مؤثر رو بشناسیم، مؤثر رو ذهن حاضر و ذهن بیرونی ما قادر به شناخت نیست، جزء غیر ممکنات هستی است که ما بتوانیم با ذهن حاضر اون مؤثر رو بشناسیم. اما وقتی که ذهن حاضر کنار میره و ذهن درونی یا وجدان در ادبیات قدیم وجود نداشته، اساساً وجدان یعنی چیزی که به وجود میاد، چیزی که مخلوق از برخورد و ترکیب فطرت آدم با تجربیات روزگاره. اون وجدان اسمش اونه که چیزی است که پیدا میشه در آدم، یک ارزش مخلوقی است که در آدم به وجود میاد از برخورد فطری آدم با تجربیات ارادی یا تجربیات جبری او. شناخت اثر نباید که به عنوان شناخت مؤثر محسوب بشود، که این شرک خفی ایجاد میکند در انسان، و شرک خفی دانه کشت شرک جلی است و شرک واضح و نمایان متجلی میشه، به وجود میاد. برای همین میگویند به شرک جلی، که جلا پیدا میکنه، درخشش پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه وقتی که بر آینه او دمیده میشه و بر آینه او تابیده میشه. خدا هر وقتی که در قرآن میآید باید تعبیر بشود به قانون خدا. خواست خدا قانون خداست، تقدیر خدا قانون خداست، قدر خدا قانون خداست، قدرت خدا قانون خداست، خشم خدا، غضب خدا، رضایت خدا، خوشنودی خدا، عذاب خدا، پاداش خدا، همه اینها مشخصات صفات فاعلی آثار خداست. یعنی ما تجدید و تحلیل رو در آثار خدا انجام میدیم، نه در خدا. و اگر این رو ما توجه بکنیم، که شما رو هم خسته کردم با این بحث طولانی، پوزش میخوام از شما، ولی امیدوارم که ما بتوانیم به این انقلاب فکری برسیم که وقتی ما اشاره میکنیم که خدا چنین کرد، از خدا آدم ساختیم، خدا تبدیل به بشر شد، خدا رحم کرد، خدا رحم نمیکنه، خدا غضب کرد، خدا غضب نه، خدا هیچ کار نمی کند، هر چه به خدا نسبت بدهید شرک است جز خلقت، و خدا خلقت رو کرده تمام شده. مهمترین خلقت خدا خلقت امکان و اندازه است. این پایه و اساس ساختمان هستی است که هستی رو در مراتب مختلف با خاصیت‌های مختلف، با اندازه‌های مختلف، با مشخصات مختلف، با امکانات مختلف، اینها رو با هم ترکیب می‌کنه و تحویل میده. و بعد از این اون قوانین خداست که از یک قانون کل ناشی می شود، نشأه می گیرد و بر هستی حکومت می کند، من جمله بر خودش. یعنی قانون خدا به قانون خدا هم حکومت می کند. در بیان قرآن می گوید که وقتی خدا با کلام کن، و البته فیکون، کن فیکون، گفت و شد، باش و شد، هستی به وجود آمد،
من جمله از هستی که به وجود آمده قانون هستی است که به وجود میاد و خدا قانون را آفرید و قانون هستی را آفرید و خدا بر فراز قانون قرار دارد و نام فراز قانون در قرآن عرش است و در بیان متشابهات قرآن خدا وقتی که در شش دوره آفرینش رو به کمال رسانید، به تعادل رسانید، به استوا رسانید، اون وقت خدا بر بالای این استوا، بر بالای این برابری و تعادل و ماندگاری کرسی سلطنت و پادشاهی خودش رو قرار داد. کرسی به معنای تخت، تخت منظور تخت خواب نیست که روش بخوابن، پادشاه ها تختشون تختی است که روش اون می نشینند و تخت و تاج با هم است. تخت پایین است، تخت یعنی پایین اصلا، تاج یعنی بالا، و شاه معمولا بین تخت و تاج می نشیند، روی تخت می نشیند و سر در مقابل تاج قرار می دهد. یعنی شاه تسلیم تاج و تخت تسلیم شاه است و اون شاه اصلی. این لغت شاه تجاوز به حق خداست اصلا، یکی از اسمهایی است که در واقع هر وقتی که اشاره به خدا می کنند از این لغت استفاده می کنند و اصلا کلمه شاه به وسیله کسانی مرسوم شده که فکر کردن که محترمترین و بزرگترین و عظیمترین نامی که می توانند پیدا کنند چیست برای خدا؟ شاه. همون رو روی خودشون گذاشتن، گفتن اون ما هستیم. و این یادگار بقایای ترکتازی های مردمان طمعکار و بی‌عاطفه و بی‌انصاف است. شاه یکی از اسمهای خداست در ادبیات فارسی زبان ها. یک دم زدنی، غافل از آن شاه نباشی. شاه یعنی مسلط. اینی که شما میبینید که بین بعضی از سلک درویشان اینها با پسوند شاه زندگی میکنن، مثل شاه نعمت الله ولی مثلا، یا سلطان علی شاه، یا رضا علی شاه، یا این چیزهایی که آخرش پسوند شاه داره، اینها نه معنیش این باشه که اینها شاه به معنای خدا هستند، معنیش این است که اینها بر نفس اماره خودشون شاهی میکنند، نفس اینها در دستشونه، این شاه نفسشون هستند، نه اینکه شاه دیگران باشن. البته بعضی از این رشته های درویشی که مربوط به اهل تئاتر، که تئاتر درویشی میدن به نام واقعیت درویشی، که اون کلاهبرداری است. خود تئاتر یک هنر بسیار با ارزشی است، ولی اگر که تئاتر رو به عنوان حقیقت و حقیقت رو به عنوان تئاتر بازی کنن، وقت باعث گمراهی مردم میشه. شاه به معنای کسی است که مسلط بر نفوس خودش هست، نفس‌های خودش رو کنترل میکنه، در دستش داره. یک دم زدنی، غافل از آن شاه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. وجود شاه یعنی وجود تسلط بر نفسانیت انسان. و خدا وقتی که هستی را آفرید، ما مرتب کلماتی که استفاده میکنیم، همه این کلمات دست و پایگیر خود ماست. وقتی که خدا، کدام وقت؟ ما باز به زمان اشاره میکنیم، یعنی در زمانی که خدا خلقت را آفرید. زمان کجا بود؟ زمانی نبود که خدا آفرید. خدا زمان را آفرید، نه در زمان آفرید. عرض کردم ما به محض اینی که بخواهیم سخن از خروج از زمان و مکان آغاز کنیم،
ذهن بشر متوقف میشه. چون ما با نقشه راه کار میکنیم دیگه. نقشه راه در مقابل نوره که یه چراغی روشن باشه، خورشیدی باشه، شما نقشه راه رو ببینید. شما به محض اینی که از عالم مقید خارج بشید، از عالمی که زمان و مکان داره خارج بشید و حتی در ذهن خودتون بخواید پا به هستی بگذارید که اون هستی مکان درش نیست و زمان درش نیست، چراغ ها خاموش میشه، نقشه راه رو دیگه نمیبینید. یعنی ما قادر نیستیم نقشه راه مجرد رو در ذهن خودمون بسازیم مگر ما تحت تأثیر نیروی مجرد قرار بگیریم، در زمانی که ذهن ما بیهوش شده باشه. اون وقتی ما به هوش میاییم احساس میکنیم که دنبال یک گمشده‌ای می‌گردیم، گمشده‌ای که هرگز او را ندیدیم، دنبال پیراهن یوسف می‌گردیم. یعنی ما یوسف را از پیراهنش می‌شناسیم. خب سخن این است که اگر تو یوسف را ندیدی از کجا می‌فهمی که این پیراهن بوی یوسف را میده؟ پس یک وقتی یوسف را دیدی ولی در ذهن حاضرت این خاطره به صورت عیان و روشن وجود نداره، ولی هر وقتی که لباس یوسف رو بو میکنی، میبویی، یاد یوسف میفتی و همین نشان میدهد که تو در یک وقتی یا با این یوسف زندگی کردی یا این یوسف جزئی از توست یا تو جزئی از او هستی. شما با هم منسوب هستید، شما با هم یک رابطه ای دارید، شما در یک امر با هم مشترکید. نکنه روح عامل مشترک بین شما و یوسف باشه، نکند که روح الهی با روح بشری با هم در یک جایی به اتحاد برمی آیند و درک این اتحاد در بیهوشی کامل انجام می شود که انسان وقتی به خود می آید اون وقت به این معنا اشاره می کند. سعدی در آثار خودش می گوید که در این مقدمه دیباچه سعدی که ما در برنامه خودمون داریم و اون رو برای تقدیم به شما تهیه کردم، اگر دقت بکنید از متن خود دیباچه سعدی به این موضوع اشاره می کند که رفتم به باغ گل هدیه‌ای فراهم کنم، گلی بچینم هدیه کنم به اصحاب و دوستان و اینها. وقتی که میخواستم وارد این باغ گل بشم، در نثرش البته اینها اومده، در شعرش کمتر اینها اومده، که کلید در باغ رو خواستم که در باغ رو باز کنم برم تو دیگه. گفتن ببین ورود به این باغ کلید لازم داره. گفتم خیلی خوب کلید رو بدیم به من. گفتن نه، حافظه و ذهن حاضرت رو به ما بده، ذهن حاضرت رو به ما بده، ما به تو کلید میدیم. ذهن حاضر یعنی همه چیزهایی که ما به یاد میاریم، یعنی هوش و حواس ما. اون رو بده تا کلید رو به تو بدیم. میخوای بری به حرم خدا دیگه، باغ گل یعنی حرم خدا، اینجا باید کلید بدی، با کلید بری، در اونجا همینطوری باز نمیشه. گفتم خیلی خوب کلید بدین، چی باید بدم؟ گفتن هر چه خاطره و هر چه یادآوری و قدرت یادآوری داری و هر چه هوش و حواس ظاهر داری، باطن نهان، فطرتت هست سر جاش، هوش و حواس ظاهر و ارادی خودت رو باید اینجا امانت بگذاری که این کلید رو پس بیاری، برو تو باغ. و رفتم داخل باغ شدم. الان در بیهوشی کامل به سر میبرم، هیچ چیز یادم نیست تا اونجای یادشه که دستش به گل میخوره و گل رو میچینه و دامنش رو بالا میاره و گل رو به دامنش میریزه که برگرده و در سفر برگشت این گل رو به دوستان تقدیم کنه و به دوستان بگوید که من کجا بودم، و شما از این گل ببویید و لذت ببرید و شادی کنید. ولی میگه این گل رو وقتی برداشتم و بو کردم و خواستم که در دامنم بگذارم که از باغ بیام بیرون به دوستان هدیه کنم،
بوی گل چنانم مست کرد که دامن از کف بشد، دامنش از دستش میفته، گل هم رها میشه و کلید باغ رو تحویل میده، هوش و حواسش رو پس میگیره. دو مرتبه میشه سعدی. در سفر بازگشت که همه این سفرها در درون آدمه، در سوره اسراء هم راجع به این موضوع صحبت شده، بر میگرده، خودش هیچ نمیفهمه، خودش از درد فراق یک معشوقی میسوزه، فقط آتش به جان او افتاده، ولی بقیه همش بو میکنن، میگن سعدی بوی خدا میدی، بوی خدا میدی، خود اون نمیفهمه که بوی خدا میده، ولی در درونش چنان عشق طوفانی به وجود میاد که تمام وجود او رو به آتش و شعله میکشه. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. این است که وقتی ما درس اول فهم قرآن این است که ما به خدا شخصیت بشری ندیم و توجه داشته باشیم که صفاتی رو که به خدا اختصاص می دهیم هیچ کدام صفات خدایی نیستند، صفات آثار خدا هستند. به این ترتیب اگر خدا بخواهد، یعنی اگر قانون خدا شامل شد، هر وقتی که می گوییم خدا چنین گفت، حتی در اون زمان هم باید بگوییم که اراده خدا چنین گفت، اراده خدا چنین گفت. سخن گفتن از کارهای بشری است، سخن گفتن اصطلاحی است که قرآن به کار می‌برد، چون چه بگوید دیگه؟ ما در مقابل خدا جز با همین لغت‌های محدودی که داریم از چه چیزی دیگه میتونیم ما استفاده کنیم؟ که خدا گفت، خدا اگر چیزی بگوید فعل انجام داده است، اراده خدا میگوید، مشی خدا میگوید، خلقت خدا میگوید، قدر خدا میگوید، مؤثر برای بشر تحت هیچ عنوان قابل شناخت نیست مگر ما مؤثر رو در اثر شناسایی کنیم. ما هیچ راهی نداریم که از گلاب به گل دسترسی پیدا بکنیم، اما ما می توانیم بوی گل رو در گلاب استشمام کنیم. اما تعریف گلاب به گل یک امر غیر ممکن است اگر ما هرگز گل رو ندیده باشیم. ولی آیا می توانیم عاشق گل بشویم؟ بله، ما از بوییدن گلاب عاشق این بو می شویم که بوی گل است و تحت تأثیر گلی هستیم که هرگز در ذهن حاضر ندیدیم. تعریف از آثار خدا رو با تعریف از خدا اشتباه نکنید. هر وقتی که خدا شناخته بشه، خدا مخلوق ما میشه و اگر ما مخلوق رو جای خالق قرار بدهیم، مشرک خواهیم بود. امیدوارم خسته نشده باشید. دقایق کوتاهی، ما که خسته شدیم، دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم، باز میگردیم، با شما خواهیم بود. ضمن توجه داشته باشید که ما در ساعتی که در پیش داریم، از 8 شب امشب تا 4 بامداد، شبکه پیوند برای تعمیرات اساسی تعطیل خواهد بود و 4 بامداد از نو برنامه ها را آغاز خواهیم کرد. با ما باشید.